پیام تسلیت غنی به مردم ژاپن، جهان یک رهبر مهربان و شایسته خود را از دست داد. دیکتاتوری زیر پرچم طالبان، رئیس تحصیلات عالی زابل به زور تلفن کارمندانش را بررسی می کند. به نقل صفحه هرک، مژده حامد کرزی به طالبان. رئیس جمهور فراری افغانستان تاکید دارد که امروز جهان یک رهبر مهربان و شایسته خود را از دست داده است. به گزارش اسپوتنیک، محمد اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان در صفحه تویترش در واکنش به ترور نخست وزیر پیشین ژاپن نگاشته است: شینزو آبه یک دوست بسیار خوب و یک حامی بسیار قوی برای افغانستان بود. رئیس جمهور فراری افغانستان تاکید دارد که امروز جهان یک رهبر مهربان و شایسته خود را از دست داده است. در ادامه نوشته آقای غنی آمده است: من از صمیم قلب به خانواده، دوستان و مردم ژاپن تسلیت میگویم. قابل ذکر است که شینزو آبه نخست وزیر پیشین ژاپن در هنگام سخنرانی در نزدیکی ازگای یاموتو در نارا و در حدود ساعت 11:30 به وقت محلی در روز جمعه 8 جولای صورت گرفت، یعنی ترور شد و ای هدف دو گلوله قرار گرفت و به شدت مجروح شد و علائم حیاتی نشان نداد. در ادامه نیز خبر درگذشت او اعلام شد. پلیس ژاپن مرد 41 ساله به نام یاماگامی را به اتهام تلاش برای قتل شینزو آبه دستگیر کرد. شبکه NHK ژاپن اعلام کرد شینزو آبه بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت. دیکتاتوری زیر پرچم طالبان، رئیس تحصیلات عالی زابل به زور تلفن کارمندانش را بررسی می کند. محمد عثمان حوریت، رئیس تحصیلات عالی طالبان در ولایت زابل، تلفن تمام کارمندان این ریاست را گردآوری و بدون اجازه شان بررسی کرده است. یک منبع به روزنامه 8 صبح میگوید که رئیس تحصیلات عالی طالبان در زابل پس از آن که تلفن کارمندان را به زور از نزدشان گرفت، آنها را بررسی کرده و از صفحات آنها اسکرین شات گرفته است. چند پیش نیز شمار از مسئولان ادارات نظامی و ملکی طالبان در زابل تلفن‌های کارمندان را بررسی کرده بودند. در شمار دیگر از ادارات دولتی در سایر ولایت‌ها نیز گزارش‌های متعدد در این مورد نشر شده است. این در حالی است که برخی از مقام‌های طالبان اعلام کردند که مسئولان و نظامیانشان حق ندارند به حریم خصوصی افراد از جمله تلفن‌های آنها تعرض کنند. گزارش از صفحه رسمی ارگ، حامد کرزی: مردم افغانستان از حکومت طالبان راضی هستند. به خاطر مشروعیت بخشیدن به طالبان از هیچ تلاشی دریغ نمی کنم. اکثریت سیاسیون حکومت گذشته با من در تماس هستند. خواهان روابط نیک با امارت اسلامی هستند و من این زمینه را برای سیاسیون مهیا می کنم. قابل ذکر است که کانال جنرال انفو به تنهایی قادر به تایید این خبر نمی باشد. کرزی در پیام ایدی: راز موفقیت یک ملت حل مسائل با گفتمان ملی می باشد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در پیام به مناسبت عید قربان گفته است که اتحاد و حل مسائل ملی از راه تفاهم و گفتمان راز موفقیت یک ملت است. حامد کرزی روز جمعه 17 سرطان با نشر پیام گفته که اتحاد و حل مسائل ملی از راه تفاهم و گفتمان راز موفقیت یک ملت است. او در این پیام آغاز گفتمان ملی را یگانه راه بیرون رفت از تمام مشکل‌های موجود در کشور عنوان و بر آغاز آن تاکید کرده است. آقای کرزی گفته است: آرزومندم هر چیز زودتر شاهد آغاز همچنین گفتمان باشیم تا بتوانیم از راه مفاهمه با اتحاد و اتفاق ملی کشور عزیز خود را به صلح و ثبات پایدار ترقی و تعالی رسانیده و به مردم رنجیده خود آرامش همیشگی برمغان بیاوریم. او یک بار دیگر بر باز شدن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم تاکید کرده و از طالبان خواسته است که در کنار فراهم کردن آموزش برای دختران و پسران، مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را به زودی بازگشایی کنند. میهندوستی: چرا باید شرمسار باشیم؟ گزارش از 8 صبح. ستم خشونت شیرازه اجتماعی ما را دچار لغزش و بیکارگی است. چون این وضعیت را پژوهشگران جامعه حالت آنومی می دانند. آنومی در جامعه رخ می دهد که تمام هنجارهای اخلاقی و معرفتی دچار بیکارگی و عدم موثریت شده باشد
و نتواند مراوده ها و باید و نباید های جامعه را نظم و نسق بدهد. افغانستان در شرایط فعلی مصاب چنین بیماری است که در آن آزادی، عشق، میهندوستی و عدالت دیده نمی شود و مزداق بنی آدم اعضای یکدیگرند در آن مرده است. انگار ما تکه های جدا افتاده هستیم که نه از یک خاک ساخته شده ایم و نه درد یک عضوه های دیگر من را به درد می آورد. چنین جامعه به نفرت جمعی نسبت به هم دچار شده است. در چنین جامعه همه چیز به ابزار خشم و عقده تبدیل شده است که هر از گاهی خود را به نمایش می گذارد و نشان می دهد که این جامعه چقدر بیمار است و به چه پیمانه در فقدان ارزش اخلاق به سر می برد. زمین لرزه بزرگ در سرزمین های همیشه سبز شرق افغانستان جان هزاران انسان را گرفت. کودکان و زنان در زیر آوارهای از خاک جان دادند و پدران بیل نداشتند تا نعش فرزندان بیجانشان را از زیر خاک بیرون کنند. در این میان اما شمار آن را چوب خدا و انتقام الهی دانستند که بسیار ناانسانی و کرخت وجدان را به نمایش می گذارد. البته این نفرت و کروختی وجدان یک طرفه نیست و زمانی که تیغ ستم جوانان اندراب پنجشیر و سرزمین های در هم شکسته شمالی را سر می زد، جوانان مشرقی و جنوب تیغ ها را از نیام برکشیدن و برای جنگ آمدن تا به نشان پیروزی در سر آرامگاه مردگان جشن بگیرند. این یک نفرت دو طرفه است که وجدان جمعی انسان افغانستانی را کرخت و زمینه های انسانیت زدایی را فراهم کرده است. ما در عصر نفرت زندگی میکنیم، عصری که همه منتظرند بدبختی هم دیگر را جشن بگیرند، بر سر قبر مردگان هم نو خود برقصند و از آوارگی و زخم هم میهن خود شادمان باشند. آدم مچنیک، روشنفکر و نویسنده لهستانی میگفت میهن دوستی حقیقی یعنی اعتراف به خطای هم میهنان و احساس سرفگندگی از ستم و بیعدالتی که توسط آنها صورت میگیرد. میهندوستی و هموطنی یعنی این که از درد انسان جنوب سینه انسان شمال بسوز بیاید. میهندوستی یعنی این که ما از ستمی که نسبت به همدیگر روا داشته ایم سرفگنده و خجالت زده باشیم، از موضع‌گیری های ما احساس شرم کنیم و عرق ندامت و شرمساری پیشانی ما را تر کند که برای مرگ همدیگر شادمانیم یا بر سر قبر مردگان هموطن خود رقصیدیم تا نشان بدهیم که چیرگی داریم و پیروز هستیم. اما چنین نگاهی وجود ندارد. همه به بیماری مزمن نفرت دچار شدند که زاده سالهایشان خشونت، جنگ و بی‌عدالتی است. جزئیات این تحلیل و یادداشت جالب را می توانید در ویدئوی دیگر ما دنبال کنید. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوی من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب و روزتان خوش.